گذشته از یک ماهی که ما شاهد یک بحران انسانی دیگری در شرق اروپا هستیم. به دنبال تنش و مشاجره بین لهستان و بلاروس و دخالت انگلیس و روسیه در این نزاع و اعزام نیروهای نظامی به مرزهای این منطقه، شاهد تراژدی دیگری به عنوان اهرم فشار این کشورها هستیم و اون اخراج مردم آواره و پناهجویان از این کشورهاست. اکنون بیش از یک ماه که صدها پناهجو اخراج شدند، از جمله کودکان و افراد مریض، و در سرمایه زیر صفر درجه و در مرزها و جنگل و دشتهای نوار مرزی این کشورها رها شدند که نه راه پس دارن و نه راه پیش. مرزها از هر دو طرف به شدت در محاصره ارتش این کشورهاست و حتی آلمان هم کنترل مرزهای خودش رو با لهستان افزایش داده. من شهلا رضایی هستم و در یکی دیگر از برنامه‌های رادیو نینا نظر سرعی شهابی از رهبری حزب حکمتیست خط رسمی را می‌پرسم. سرعی شهابی، ضمن خوش آمدگویی لطفاً در 10 دقیقه ارزیابی خودتون رو از این پاژه انسانی که سونامی انسانی نیز لقب داده شده برای بینندگان ما بگید. ببینید، اتفاقی که افتاده فراتر از مسئله پناهندگی و فراتر از مسئله جنایاتیه که اینا در حق پناهنده و فراری دارن میکنن و اسم سونامی انسانی، فاجعه انسان روش گذاشتن، اسم کمیه. ماجرا از این قراره که آخرین انتخابات بلاروس مورد قبول اتحادیه اروپا نبوده، چون که یه دولت طرفدار روسیه به قدرت رسیده و بلاروس رو تحریم اقتصادی کرده و تحریم بلاروس در جنگ قدرت با اتحادیه اروپا از پناهنده سیاسی مثل توپ، مثل موشک، مثل پهباد استفاده میکنه و پرتاب میکنه به طرف مرزهای اتحادیه اروپا که باج بگیره. این کار رو قبلا اردوغان هم کرده بود، ولی به این شکل و به این وقاحت بی‌نظیره. ما امروز شاهد این هستیم که مرزهای انسانیت هر روز در ابعادی حیرت آور لگدمال میشه. یه روز طالبان، یه روز پرتاب پناهنده بیچاره 2000 نفر رو مثل اسلحه ازشون استفاده کردن و زور و با گروکشی و با استفاده از 30 سالشون کودک و بزرگ پرتابشون کردن به طرف مرزهای اروپا برای اینکه باج بگیرن از اتحادیه اروپا. از اون طرف هم لهستان که عزیز کرده اتحادیه اروپاست، با گردن کلفتی اعلام کنه که تا آخرین قطره خونش حاضر جون بده و از مرزهاش دفاع کنه. ظاهرا از مرزهاش در مقابل این توپهای گوشتی، این انسانها و این جمعیت 2000 نفره که از جنگ و فقر و ناامنی فرار کردن و انقدر به 30 سال کشونده شدن که دولت بلاروس میتونه ازشون اینجور استفاده رو بکنه، انگار اینا بمب و موشکن که در مقابلش تا پای جان دفاع بکنه. این یکی از زشترین و زمخترین و جدیدترین شکل عیان زیر پا گذاشتن ارزش‌های انسانیه که دیگه واقعا کاپیتالیسم هزاره دوم معجزه، هر روز معجزه میآفرینه و این یکی از معجزات جدیدشه. میگم گذاشتن اسم مسئله پناهندگی و مسئله فرار که به خصوص بعد از تخریب خاورمیانه و بعد از عملیات‌های میلیتاریستی آمریکا و اروپا در خاورمیانه، میلیون ها نفر مجبور به ترک آفریقا و خاورمیانه شدند و به سمت دروازه های اروپا رو شکستند و فاجعه انسانی عظیم پناهندگی رو که شاهدش بودیم از 2015 رو شکل دادن. این فراتر از اونه. این استفاده از انسان ها، گوشت انسان ها و انسان هایی که از فقر و ناامنی و جنگ و مصائبی که خودشون بر سر این مردم بیچاره آوردن استفاده کردن تو جنگ و تخاصمات قدرت، جنگ و تخاصم قدرت روسیه با اروپا و متقابلا استفاده از این انسان های بیگناه. هیچ شریک بی تقصیری این وسط وجود نداره. از جمهوری اسلامی بگیرید که همین رفتار رو با افغان ها کرده و انداختتشون تو رودخونه و به زور بیرونشون کرده و شنیترین رفتارهای غیر انسانی رو باشون کرده، تا دولت لهستان و تا دولت های متمدن اروپایی آمریکایی، ترامپی که دیوار میخواست بکشه دور مکزیک.
اینا همشون شریک جرمن، شریک جرم این لگدمال شدن ارزش‌های انسانی، این بی ارزشی جان انسان که حتی شما با لاشه حیوانات این کارو نمی‌کنید، مثل توپ گوشتی ازش استفاده بکنید و پرتاب کنید و باج بگیرید، از این انسان‌های بی‌گناه اینجوری داره استفاده میشه. این رو باید این و این قبلا گفتم این رو اردوغان هم استفاده کرده و امتیازاتش رو گرفته بود از اتحادیه اروپا. و این جنگ قدرت هیچ طرف و هیچ پارتنر بیگناه و کمگناهی نداره، از دولت آلمان بگیرید تا دولت‌های متمدن اروپایی بگیرید و تا دولت‌های دست راستی اروپای شرقی بگیرید که امروز نقش نگهبان و دروازه‌بان حفظ قلعه اروپا رو به عهده گرفتم. قرار دوره استعماری برگرده که اروپا نگین انگشتری باشه بر پیکر گندیده و مومیایی که به جهانیان تحمیل کردن، از تخریب محیط زیست تا بی ارزش کردن جان انسان ها، جان میلیاردها انسان در سراسر کره خاکی. قرار انگشتر درخشان و جواهر اروپا حفظ بمونه و دروازه هاش بسته بشه نسبت در مقابل بخش خیلی خیلی کوچکی از انسان‌هایی که از 80 میلیونی که مجبور به جابجایی هستن و بخش اعظمشون در خود جغرافیای کشورهای خودشون و در مناطق خودشون از این مرز به اون مرز، از این نقطه به اون نقطه در حال کوچ و مهاجرت و فرار هستن. قرار اتحادیه، قرار اروپا رو اینطوری حفظ کنن، قرار بشریت رو به دوران استعماری برگردونن که بردگان مزدی مدرن، کارگر برده مزد دنیای کاپیتالیستی، کاپیتالیسم هزاره دوم، این شکل و این سیمایی باشه که به جهان میخواد تحمیل بکنه. این اتفاق نمیتونه شکل بگیره، این اتفاق در خلأ صورت نمیگیره. شما امروز صدای پای اعتراض علیه تخریب محیط زیست، صدای پای اعتراض علیه لجنی که در افغانستان با برگردوندن طالبان به قدرت شاهدش هستید رو از در تمام این جوامع میشنوید، از خیابونهای نیویورک و پاریس و روم و تا تهران و خراسان و خوزستان، شمای اعتراض به این فجایعی که سر بشریت خراب کردن رو علیه حکومتهای خودشون دارین میشنوید. سر تفنگ ها رو باید برگردوند علیه حکومتهای خودی، باید افسادشون زد، باید یک بار برای همیشه جلوی این تعرض به بشریت، جلوی این بیارزش کردن جان انسان ها رو گرفت و برای نجات هر یک نفری، برای نجات هر یک نفری هر روز دیره و باید علیه بیمسئولیتی، علیه رقابت و استفاده از جان انسان ها در رقابتی که بهش دارن دامن میزنن، هر روز ابعادش وسیع‌تر میشه و هر روز از اشکال جدیدتری برای جنایت ازش استفاده میکنن، باید به این پایان داد. و این چاره‌ای نداره بشریت غیر از این که برای همیشه مرگ کاپیتالیسم رو با حکومت‌های سوسیالیستی، با برقراری سوسیالیسم، با حکومت مردمی، با حکومت کارگری، با حکومت‌هایی که مردمی که هیچی ندارن از دست بدن جز نیروی کارشون، جز نیروی فکرشون، جز اعضای بدنشون، اینا رو به قدرت برسونه و برای همیشه جلوی این منجلاب کاپیتالیسم هزاره دوم رو بگیره. گفتم اسم سونامی پناهندگی گذاشتم برای یک اتفاقی که افتاده خیلی کمه. تحمیل دوره استعماری و دوران قرون وسطا به کل جهان ممکن نیست. همین دولت هایی که دارن اینجور با جون پناهندگان دارن بازی میکنن و از اون به عنوان گوشت دم توپ استفاده میکنن و از اون به عنوان اسلحه استفاده میکنن، همینا خودشون توسط محرومین تو جامعه خودشون، توسط طبقه کارگر، توسط مردم معترض زیر پاشون به لرزه در اومده. همشون بحران دارن، این بحرانشون رو برای همیشه باید با به زیر کشیدنشون و با برقراری یک دنیای بهتر، یک جامعه سوسیالیستی حل کرد، برای همیشه به نفع بشریت حل کرد. با تشکر از همراهی ثریا شهابی و بینندگان عزیز این برنامه.